سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال کریپتو فارسی. من علیرضام و تو این ویدیو میخوام در مورد یکی از قابلیت های ترید توی بایننس که راجع به توکن های آپ و داون هست صحبت بکنیم و اینکه بگم چرا بیشتر تریدرها توی این توکن ها ضرر میکنن و چی کار باید بکنیم و چه زمانی از این توکن ها استفاده بکنیم تا بتونیم سود به دست بیاریم. توکن های بر و بول هم جزو همین دست از توکن ها محسوب میشن و جزو توکن های لورج دار هستن. برای اینکه راجع به این توکن ها بیشتر اطلاع پیدا کنیم، لطفا تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. ممنون. خب، قبل از اینکه شروع بکنیم، لطف میکنید اگر کانال من رو لایک و سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله هم بزنید تا بتونید از ویدیوهایی که براتون منتشر میکنم و میتونه باعث بشه که توی بازار ارزهای دیجیتال سود بیشتری به دست بیارید استفاده بکنید. ممنونم. توکن های لورج دار همونجوری که اسمش روشه، در واقع تغییرات قیمت یک دارایی، حالا مثلا بیت کوین یا اتریوم یا هر دارایی دیگر رو بر اساس لورجی که دارن زیاد میکنن. مثلا اگر یه بیت کوین خریدیم و قیمتش مثلا 100 دلار بیت کوین خریدیم و بیت کوین 5% رشد کنه، وقتی ما توکن آپ داریم اون وقتی که بیت کوین 15% رشد میکنه، چون مثلا لورج 3 داره. و اگر بیت کوین 5% کاهش قیمت پیدا بکنه، توکن لورجش 15% کاهش پیدا میکنه. اما ما هم لورج آپ داریم، توکن آپ داریم هم توکن داون. توکن آپ به این معنیه که قیمت وقتی بالا بره سود میکنید و وقتی پایین بره ضرر میکنید. توکن داون به این معنیه که قیمت وقتی پایین بره سود میکنید و قیمت وقتی بالا بره ضرر میکنید. پس این به خاطر اینه که ما هم توکن آپ داریم هم توکن داون. اما الان میخوام بریم بررسی بکنیم ببینیم که چطور میشه توی بایننس این توکن ها رو خرید و چند تا اصطلاح و کارمزدش رو میخوام بهتون توضیح بدم. اما قبل از اون فقط میخوام بهتون بگم که در واقع توکن های لورج یه جورایی مثل معاملات مارجین میمونه یا معاملات فیوچرز. فقط فرقش با معاملات مارجین اینه که شما برای معاملات مارجین احتیاج به کلاترال یا همون یه مقدار سپرده دارید و همچنین احتمال لیکوید شدنتون توی معاملات مارجین هست. یعنی اگر با لورج 3 اهرم ببندید و قیمت 33% کاهش پیدا بکنه، اون وقتی که شما معاملتون لیکوید میشه. ولی توکن های بر یا بول خوبیشون اینه که اینها لیکوید نمیشن، ولی اینقدر میتونه قیمتش کاهش پیدا بکنه که با لیکوید شدن هیچ فرقی نداره. بذارید بریم توی بایننس بهتون نشون بدم که چطور باید این کارو بکنید. توی قسمت دریوتیوز یا همون مشتقات، توکن های لورج توکن رو میتونید پیدا بکنید و وقتی روش کلیک بکنید وارد این صفحه میشید. اما دریوتیوز یا مشتقات به این معنیه که شما در واقع اون دارایی رو معامله نمی کنید، بلکه دارید بر اساس تغییر قیمت اون دارایی شرط بندی می کنید. حالا به نحوهای مختلفی این کار رو انجام میدید. خب، صفحه اول رو وقتی ببینید توکن هایی که هستن و لیست شدن رو میتونید اینجا مشاهده بکنید و هر کدومشون رو خواستید بخرید. تعداد توکن های زیادی هست لیست شده و توکن های بیشتری هم اضافه خواهد شد. اما چند تا چیز رو من میخوام براتون توضیح بدم و اولینش بذارید از بالا شروع کنیم. خب، اینجا که اسم توکن ها رو میزنید، این قسمت NAV یا Net Asset Value در واقع قیمتیه توکن 1 اینچ آپ یا مثلا توکن های دیگه مثلا 1 اینچ داون رو به ما نشون میده. چند تا چیز رو باید دقت کنید. درسته که NAV داخلش قیمت خود توکن 1 اینچ تأثیر گذاره، اما هیچ وقت NAV دقیقا همون قیمت توکن 1 اینچ نیست، یا میتونه یه زمانی برسه، ولی در واقع NAV قیمتیه که شما برای خرید توکن 1 اینچ آپ باید به ازاش پرداخت بکنید و 1 اینچ داون هم همینطور، قیمتش الان اینه و این قیمت میتونه بالا پایین بشه و درسته که یه ربطی به قیمت 1 اینچ داره، ولی میتونه کاملا متفاوت باشه، یعنی با استفاده از یه فرمولی این قیمت به دست میاد. اما قسمت دوم شما ریل لیوریج رو میبینید. این ریل لیوریج چیونشیم؟ اگه سه بار تونستیم پشت سرم بگین ریل لیوریج جایزه داریم.
این ریل لوریج چی رو به ما نشون میده؟ این ضریب لوریجی که در حال حاضر روی این دارایی ها فعاله رو نشون میده. این ضریب به صورت اتوماتیک خودش کم و زیاد میشه و بر اساس تغییرات قیمت خودش کم و زیاد میشه و میتونه از 1.25 تا 4 متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه توکن 1 اینچ آپ رو بخرید و الان قیمتش مثلا 10% رشد کنه، 19.5% سود میبرید، در صورتی که با توکن 1 اینچ 10% سود میبرید. و تو ضررش هم همینطور دیگه، اگر ضرر ده باشه شما ضرر بیشتری میکنید. اما لاست پرایس این قیمت نهایی که توش خرید و فروش شده و 24 اور چنج هم تغییرات قیمت توی 24 ساعت گذشته است. ببینید الان اینجا چی به ما نشون میده. 1 اینچ آپ وقتی شما میبینید تغییرات قیمتش مثبته، این یعنی اینکه قیمت 1 اینچ رفته بالا، پس بنابراین 1 اینچ آپ سودده بوده. اما وقتی میبینید حالا برای 1 اینچ داون صحبت میکنیم، وقتی میبینید 1 اینچ داون قیمتش منفی شده، یعنی که قیمت 1 اینچ برخلاف داون، یعنی ما پیش بینی داون کردیم ولی قیمت برخلاف اون رفته و قیمت رفته بالا، برای همین ضرر بیشتری کردیم. اما یه نکته رو میخوام اینجا بهتون بگم، من اون اینه که ببینید قیمت 1 اینچ به یه مقدار مشخصی رفته بالا، توکن 1 اینچ الان اینجا 2.28% سود داده، ولی اگر شما داون خریده بودید 9.91% ضرر میکردید. پس این هم باید مد نظرتون باشه، گاهی سود و ضرر توی داون و آب میتونه کاملا متفاوت باشه. اما چطور میتونیم این توکن ها رو بخریم؟ و بعد یه سری اطلاعات دیگه میدم بهتون که چرا بیشتر تریدرها ضرر میکنن راجع به اینها. از دو طریق میتونید بخرید، یا میتونید برید توی قسمت ترید، هم میتونید از اینجا وارد بشید، هم میتونید توی قسمت ترید قسمت کلاسیک برید توی قسمت ETF و توکن های آف و داون خرید بکنید. هم میتونید سابسکرایب رو بزنید، اینجا مقداری که میخواید اون توکن رو خرید کنید میزنید و کانفرم سابسکرپشن رو میزنید، و موقعی که بخواید حالا مثلا 1 اینچ آب خریدید میخواید بفروشیدش، ریدیم رو میزنید و اون مقداری که دارید رو ریدیم میکنید و بر اساس اون سود و زیانی که به دست آوردید بهتون پرداخت میشه. اما اگر روی هر کدوم از این توکن ها، حالا 1 اینچ آب یا مثلا بذارید بریم روی BTC، مثلا BTC آپ، الان چرا BTC آپ منفی شده؟ BTC آپ به خاطر اینکه قیمت بیت کوین کاهش داشته، امروز مثلا 2% کاهش داشته و چون لورج 3% حدودا کاهش داشته و چون لورج ما اینجا به صورت اتوماتیک توسط صرافی بایننس 2% در نظر گرفته شده، ما 6% ضرر میکنیم اگر BTC آپ رو خریده باشیم و پیش بینی کرده باشیم که قیمت بالا میره. و اگر BTC داون رو خرید کرده باشیم، اینجا با لورج 1.93 چیزی هولوش 7% سود میده. اما اگر رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید، اطلاعات بیشتری بهتون میده که این اطلاعات شامل هزینه های نگهداری و بقیه مسائل هم هست. خب این لورج همونطور که گفتم بین 1.25 و 4 در نوسان نت اسید ولیو، قیمت دارایی که میخواید بخرید، یعنی الان برای هر BTC دام باید این مقدار بپردازید. اما کارمزدهایی وجود داره که باید به اینها دقت کنید. یکی کارمزد معاملات، یعنی شما وقتی میخرید یا میفروشید یه کارمزدی باید پرداخت بکنید، درست مثل اسپات وقتی میخرید یه کارمزدی پرداخت میکنید، وقتی میفروشید دوباره پرداخت میکنید. یه کارمزد هزینه نگهداری روزانه است که همینطور که میبینید 0.01% و بهتون میگم که برای چیه اصلا، چه این کارمزد چی کار میکنه. و یکی دیگه بحث فاندینگ ریت. فاندینگ ریت هم دوستانی که معاملات فیوچرز کار میکنن میدونن که این معاملات چجوریه. هر 8 ساعت به خاطر اینکه توازن بین پوزیشن های خرید و پوزیشن های فروش رعایت بشه، یه اصطلاح فاندینگ ریت داریم. این فاندینگ ریت حالا چجوری به دست میاد؟ از حاصل ضرب فاندینگ ریتی که توی بازار فیوچرز هست، ضرب در لوریجی که شما دارید، این فاندینگ ریتتون به دست میاد. اگر منفی باشه به این معنیه که شما هر 8 ساعت بعد این مقدار از داراییتون از شما کم میشه و به اون طرف سفارش اضافه میشه. اگر مثبت باشه یعنی هر 8 ساعت این مقدار به شما پرداخت میشه. پس این میتونه متفاوت باشه، هم بهتون پرداخت بشه هم ازتون کسب بشه، بسته به این که تعداد پوزیشن های خرید یا فروش این BTC داون چقدره. خب حالا اینم توضیح دادیم، بریم من یه چارتی رو الان باز میکنم براتون مال 1 اینچه و بهتون میگم که چرا این توکن ها
برای افراد تازه کار بسیار ضرر دهند و چرا بیشتر افراد تو این توکن ها ضرر میکنن و چی کار باید بکنیم که سود بکنیم. قبل از اینکه بریم اونجا این نکته رو بهتون بگم که این توکن ها رو اول صرافی FTX که صرافی خیلی خوبیه، من یه فیلم راجعش ساختم که چرا این صرافی برای تریدرها صرافی بهتریه، این توکن ها رو لیست کرد. منظورم از تریدرها تریدرهای حرفه‌ای یعنی. یعنی کسایی که بیشتر از 2 ساله دارن ترید میکنن و با مفاهیم ترید کاملا آشنا و مسلط هستن. اونجا برای تریدرها جای بهتریه، میتونن اون ویدیو رو ببینن. ولی همونطور که گفتم اول BTC توکن های لوریج دار و FTX لیست کرد، FTX ایجاد کرد در واقع، و به اسم BTC بول و BTC بر به معنای بازار BTC گاوی و BTC خرسی این توکن ها رو ایجاد کرد. و بعد از اون بود که صرافی بایننس اومد و BTC دان و BTC آپ رو از صرافی FTX که ایجاد کرده بود اومد و توی صرافی بایننس لیستش کرد. خب برای معامله این توکن ها همونطور که بهتون گفتم میتونید از قسمت بای هم استفاده کنید یا از قسمت کلاسیک برید. اما الان میخوام بهتون نمودار تغییرات قیمت خود وان اینچ یو اس تی رو نشون بدم، وان اینچ آپ یو اس تی رو نشون بدم و وان اینچ داون یو اس تی رو بهتون نشون بدم. خوب به این سه تا نمودار دقت کنید تا بتونید درک بکنید که توکن های لورج چطور کار میکنه و چرا بیشتر تریدرها توی ضرر میکنن. ببینید اگر ما بیایم توی زمانی که وان اینچ تو اوج قیمت خودش بوده، یعنی تاریخ 8/5/2021 قیمت رو بررسی بکنیم، میبینیم که قیمت از 7.8 دلار اومده نزدیک 3.9 دلار اومده، یعنی تقریبا میشه گفت 50% کاهش قیمت حدودی داریم حساب میکنیم. اما اگر بریم توی پس چه اتفاقی افتاده؟ اینجا قیمت ما کاهش داشته دیگه، پس ما باید انتظار داشته باشیم که وان اینچ داون سودده باشه چون قیمت کاهش پیدا کرده و وان اینچ آپ ضررده باشه. حالا اینجا 50% ضرر کرده چون توکن های وان اینچ لوریج دارن، پس اونها باید اگر داون باشه سود بیشتری از این کرده باشیم و اگر آف باشه ضرر بیشتری نسبت به این کرده باشیم. اما وقتی میریم توی وان اینچ آپ و چارت وان اینچ آپ رو بررسی میکنیم، خب طبیعیه که قیمت وان اینچ از هولوش 1 دلار کاهش پیدا کرده باشه چون قیمت وان اینچ کاهشی بوده، پس بازار برخلاف وان اینچ آپ حرکت کرده و قیمت کاهش پیدا کرده. پس ما میبینیم که از هولوش قیمت وان اینچ آپ از هولوش 7 دلار اومده و نزدیک تقریبا 14 سنت رسیده و این یعنی قیمت ما به شدت کاهش پیدا کرده و کسی که توکن وان اینچ آپ داشته داراییش به شدت کاهش پیدا کرده. درسته که لیکوید نشده، ولی این به این معنیه که تقریبا نابود شده، هیچی از داراییش نمونده دیگه که بخواد، حالا لیکوید نشده، یه مقدار خیلی کم داره ولی در واقع 99% داراییش میشه گفت از دست داده، من دقیقا حساب نکردم. پس اگر اشتباه تو این پوزیشن وارد بشید به شدت ضرر کردید. خب حالا بریم سراغ وان اینچ داون، یعنی اتفاقی که افتاده و قیمت کاهش پیدا کرده و ما انتظار داریم که داراییمون افزایش قیمت داشته باشه. ولی اینجا هم متاسفانه میبینیم که در تاریخ 8/5 قیمتمون از 2.6 دلار اومده و باز هم کاهش پیدا کرده تا 0.5 دلار و با توجه به اینکه بازار وان اینچ کاهشی بوده، باز وان اینچ داون کاهش قیمت داشته. پس در نهایت شما چه وان اینچ آپ خریده باشید چه وان اینچ داون، با اینکه قیمت کاهش پیدا کرده فرقی نمیکنه و شما در هر دو حالت توی ضررید. اما چرا این اتفاق افتاده و اگر اینجوری اصلا چرا ما باید این توکن ها رو معامله بکنیم؟ ببینید وان این توکن های آپ و داون و توکن های بول یا بر به این صورت کار میکنن که هر چی دارایی شما بیشتر میشه سود بیشتری میکنید، مقدار بیشتری خرید میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 10% سود بکنید انگار توکن های بیشتری میخرید و اون 10% هم دوباره میشه جزء سرمایه شما و دوباره 10% دیگه اگه رشد بکنه و دوباره 10% دیگه خریدید. یعنی این چه اتفاقی میفته؟ یعنی انگار شما تو اوج قیمت دارید میخرید
و هر چی قیمت بیاد پایین، این راجع به توکن های آپ ها، راجع به توکن های داون نیست. توکن های داون دقیقا برعکسش هست، راجع به توکن های آپ هر چی قیمت میره بالاتر خریداری میشه، باز بیشتر باز بیشتر باز بیشتر، و هر چی قیمت میاد پایین تر برای اینکه شما لیکوید نشید یه مقدار از دارایی‌تون رو میفروشه. این تکنیکیه که توی توکن های آپ اند داون یا توی توکن های بول اند بیر استفاده میشه. یعنی انگار شما توی سقف خرید میکنید، توی کف فروش میکنید، و این خب یکی از بدترین تکنیک هاییه که توی بازار میشه استفاده کرد. همیشه به ما میگن توی کف خرید کنید، توی سقف بفروشید. اما این توکن ها کی سودده خواهند بود؟ همینجوری که اسمشون روشه، آپ و داون یا توکن های بول اند بیر، این توکن ها زمانی سودده هستند که اولا که توی بازه های طولانی اصلا سودده نیستن، به خاطر حالا هم فیایی که کم میشه و هم به خاطر نوسان قیمت. یعنی هرچی نوسان قیمت بیشتر باشه، این توکن ها توی بالا میخرن بیشتر و توی پایین میفروشن. توی بازاری که نوسان قیمت وجود داره، این توکن ها اصلا سودده نیستن. توی بازه زمانی طولانی مدت اصلا سودده نیستن. معمولا بهتره این توکن ها بین همون یکی دو روز تا نهایتا یک هفته یا 10 روز از این توکن ها استفاده بکنید، ولی به نظر من رنج نرمالش بین 3 تا 5 روزه. اما این توکن ها کی سودده خواهند بود؟ حالا که ما هر جوری حساب کردیم ضررده بودن، و این راجع به وان اینچ یا به صورت خاص راجع به وان اینچ نیست. شما بیشتر توکن ها که الان در نظر بگیرید، چه توکن های آپشون چه توکن های داونشون کاهشی بوده. اما کی ما میتونیم از این توکن های آپ و داون و توکن های بول و بر که توی FTX هست سود به دست بیاریم؟ این اتفاق زمانی میفته که ما یک حرکت قیمتی شارپ داریم، چه رو به بالا چه رو به پایین. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی یک هفته یهو میبینین که قیمت یه دارایی 70% 80% رشد میکنه، مثلا توی یه روز 10%، توی یه روز 5%، توی یه روز 20%، یا تو مثلا حالا ممکنه یه روزم منفی بخوره، ولی این یه روز منفی خیلی برای ما مهم نیست. مثلا میگم اگر ما این الان بازار وان اینچه، اگر ما وان اینچ رو مثلا از اینجا تا اینجا خریده بودیم، یعنی توی این چند روز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 روز، توی این 9 روز یعنی اینجا خریده بودیم وان اینچ رو، ما یه سود خیلی خیلی زیادی میکردیم. و چرا این اتفاق میافتاد؟ چون که به صورت کلی روندش سودی بوده چند روز و خوب سود کرده. این چجور باعث میشه که ما سود بیشتری بکنیم؟ مثلا فرض بکنید که شما اینجا 5 تا توکن آب خریده باشید، وقتی قیمت مثلا میرسه از 2 دلار میرسه به 3 دلار، اون سود شما در واقع دوباره خرید میشه، انگار اون سودی که شما به دست آوردید دوباره اومدید توکن های آب خریدید، و دوباره وقتی قیمت میره بالا دوباره انگار اومدید توکن های آب خریدید. حالا با یه مقدار کاهش قیمت این توکن ها تو فروخته نمیشه و دوباره قیمت رفته بالا، پس این باعث میشه سودتون چند برابر بشه و روی اون مبلغی که خریدید هم سود بیاد. ولی اگر قیمت نوسان داشته باشه، مثلا اینجا توکن آب خریدید، اینجا قیمتش زیاد میشه، انگار توکن باز بیشتری خریدید، ولی اینجا قیمتی یهو کم میشه، انگار توکن های بیشتری رفتن تو ضرر، پس این باعث میشه که قیمت سودی که شما میکنید کاهش پیدا بکنه. پس چه زمانی ما میتونیم از توکن های آپ و داون و توکن های بر اند بول سود به دست بیاریم؟ تنها زمانی که مثلا یه خبر خیلی خوب منتشر میشه راجع به یه دارایی، یا یه اتفاق خوب میفته، یا اطمینان داریم که داراییمون توی 3 روز آینده، توی 5 روز آینده برایندش به شدت سودیه. نه تنها برایندش، بلکه بیشتر کندل هاش سودی ثبت شده. مثلا اگه یه روز 50% سود کنه، روز دوم 20%، روز سوم دوباره 30%، اینم باز باعث ضرره. یعنی نوسان قیمت باعث ضرر توکن های بول و بره. پس بنابراین ما فقط تو این حالته که میتونیم از توکن های بول و بر استفاده بکنیم. یه نکته دیگه هم هست، شما میتونید وقتی اینجا بیاید، اولا که باید البته به تازگی گذاشته اینو من هست، یه ویدیوی هست میتونید این ویدیو رو ببینید، باز اطلاعاتتون رو بیشتر میکنه، ولی اون چیزی که من گفتم هم خلاصه شدهش بود و هم امیدوارم که بهتر توضیح داده باشم از این ویدیو. ببینید این ویدیو رو بعد ببینید و بعد برید امتحان، یه امتحان داره، امتحانش رو بدید و بعد میتونید که توکن های آپ و داون رو معامله بکنید. ولی بعضی از دوستان من نمیدونم چطور تونستن خریدن، حالا شاید این امتحان و کویز نبوده،
و با ضرر مواجه شدن. پس من براتون اینو گفتم که چطور میتونید ازش استفاده بکنید. اگه دوست دارید که آپشن های دیگه ای که راجع به دریویتیوز هست یا بازار مشتقات توی بایننس مثل وانیلا آپشن یا مثل بتل یا فیوچرز یا بقیه آپشن ها رو براتون توضیح بدم، لطفا کانال رو لایک و سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله هم بزنید. من در حالت لایکی که شما میکنید اگر ببینم که خوشتون اومده از این ویدیو، ویدیوهای بیشتری براتون میسازم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بتونه باعث سود کردنتون بشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظتون.